بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده دادگر، سلام و عرض ادب خدمت شما شاگردای لایق، خدمت شما شاگردای قندل و خدمت تمامی بیننده هایی که بیننده برنامه هستند. به یکی از درس های جدید خوش آمدین. امیدوار هستم که در آغوش گرم خانواده های گرامیتان خوشحال و تندرست و سرحال باشین شاگردای عزیزم. انشاءالله که کارخانگیتان به صورت منظم و مکملش انجام داده باشین، درس هایتان خوانده باشین و امروز پر انرژی با علاقمندی کامل آماده یک درس جدید باشین. از این بابت من خوشحال هستم و خدا رو شکر میکنم که برای من توفیق داد، یک فرصت عنایت کرد تا مهمان خانه های شما عزیزان باشم و شما میزبان و تعقیب کننده درس هایتان شاگرد عزیز. بسیار خوب، عنوان درس امروز ما شما بسیار یک موضوعی است که همیشه شما هم انجام میتین، هم دربارش بسیار معلومات زیاد دارین، هم میفهمین ارزش و اهمیت موضوع درس امروز و هم فایده هایش هم متوجه هستین شما. پس او موضوع موضوعی نیست مگر ورزش و صحت. درس 23 کتابتان است و صفحه 47 کتاب. خب شاگردان عزیز، اول شما باید قلم، کتابچه و کتابتان را آماده بالایتان داشته باشین تا یک ما درس براتون ارائه میکنم، درس براتون میخونم، درس براتون پیشکش میکنم. شما بتانین که قلم کتاب سا آماده باشه تا نوت نوشته کنین، نوت برداری کنین و کتاب همراهتان داشته باشین تا با کتاب ببینین و وقتی که من متن میخونم همراه من متن تعقیب کنین تا یک براتون مشکل نمانه. اما پیش از اینکه متن درس شروع کنیم، خوب است که با چند تصویری که من اینجا براتون آماده ساختم به این تصویرها ببینین، روی ارزش، روی پیام هر تصویر فکر کنین، به سوالاتی که من شما خود پرسیدم برایشان جواب بگوین. پس از باز درس خود شروع میکنیم. شاگردای عزیز، شاگردای درس خانم، قندلکا در تصویر اول چی رو میبینین؟ تصویر اول دوست دارین؟ تصویر اول کدام زیبایی داره؟ این سوال است که در مورد تصویر اول شما پرسیدم. ببینین، من خود تصویر اول چند چیز میبینم. اول بیرق با افتخار، بیرق سرنگ، بیرق پر افتخار کشور میبینم. دوم خوشی رو میبینم، شادی رو میبینم، خنده رو میبینم، خوشحالی رو میبینم در تصویر اول. شما خوشحالی اشخاص که در تصویر عکس برداری شده ایشون شما میبینین؟ بسیار. تصویر دوم رو میبینم. در تصویر دوم شما چی رو میبینید شاگرد عزیز؟ چه فکر میکنین؟ کدام فعالیت تصویر دوم به شما نشان میده؟ آیا فعالیت را که در تصویر دوم میبینین برای شما آشناست؟ انجامش میتین؟ یا کدام وقت انجامش دادین؟ بسیار خوب. باز هم تصویر سوم ما از ما ببینیم. تصویر سوم و تصویر اول به نظر شما چه پیوندی داره؟ چه ارتباط معنایی داره با هم؟ در تصویر اول شما چی رو میبینید؟ آیا در تصویر اول شما افتخار متوجه میشین؟ به تصویر اول، به دیدن این تصویر شما قلباً احساس خوشحالی، احساس رضایت و احساس سربلندی پیش خودتان میکنین یا خیر؟ تصویر سوم. تصویر دوم میبینیم شاگردای عزیز. تصویر دوم، تصویر دوم در کجا تصویر برداری شده؟ پیام تصویری، این تصویری که فعلا ملاحظه میکنین در کجاست؟ چه تصویر، چه پیامی رو بر شما نشان میده؟ تصویر پنجم ما شما ببینید شاگرد عزیز، در این تصویر شما چی رو میبینید؟ بسیار خوب. خب شاگرد عزیز، ما شما تصویرها، عکسها را دیدیم، براتون نشان دادیم. بیاین که یک جای کل ما این تصویرها را روی تخته بچسبانیم، نصبش کنیم، باز شما هم ببینید و درس خود باز او زمان ما شما شروع کنیم. موافق هستین شاگرد عزیز؟ بسیار خوب. بیاین یک جای تصویرها را، عکس ها را ما شما روی تخته بچسبانیم. تصویر اول، یام تصویر دوم،
تصویر دوم است شاگرد عزیز، آلی از ماست ما تصویر سوم می چسبانیم. تصویر سوم و بالاخره تصویر چهارم و تصویر پنجم. خب شاگرد عزیز، از اینکه شما متوجه درستان هستین، درستان با جدیت همیشه تعقیب کردین و تعقیب میکنین، من بسیار از شما خوشحال هستم، راضی هستم و سرتان افتخار میکنم شاگرد عزیز، چرا که شما آینده سازایی وطن هستین. آبادی و پیشرفت وطن روی شانه های کیها مانده شده؟ روی شانه های من و شما مانده شده. پس متوجه باشین زحمت را که ما امروز میکشیم، آینده های ما، نسل های پس از ما ثمر او زحمت کشی ها را، فایده او زحمت کشی ها را خواد درو کردن، خواد به امنیت، خواد به رفاه و آسایش و آرامی رسیدن، به شکی نیست. خب شاگردای عزیز، تصویرها را ما کل ما یک جای روی تخته چسباندیم که پیام هایش را بهتر و بیشتر ببینیم و آشنا شویم شاگردای عزیز. خب صفحه 47 کتابتان لطفا شاگرد عزیز باز کنین، من متن درس میخونم و پس از او باز هم ما روی تصویرها و روی پیام درس، روی پیام و ارزش موضوع درس باز گپ خواهد زدیم. صفحه 47 کتاب باز شد. بسیار خوب شاگرد عزیز، تشکر. درس خدا به نام خداوند شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 47، ورزش و صحت. ورزش برای صحت انسان خیلی مفید است، لذا هر کس باید روزانه حداقل نیم ساعت ورزش نماید. کسی که ورزش نمی کند ضعیف، افسرده و کسل می باشد. مگر آدم های ورزشکار بدن قوی دارند و همیشه خوشخوی و تندرست می باشند. ورزش انواع گوناگون دارد، مثل پیاده گردی، دویش، آب بازی، فوتبال، والیبال و غیره. بعضی از این ورزش ها به تنهایی و بعضی دیگر آنها به قسم دست جمعی صورت می گیرد. هر بازی ورزشی از خود طریقه و قوانین خاص دارد که باید رعایت شود. ورزش در هر سن و سال مفید است، مشروط بر آن که پس از غذا خوردن باید فوراً ورزش نکنیم و حداقل 2 ساعت صبر شود تا غذا هضم گردد. ورزش در هوای آزاد و پاک صورت بگیرد و اگر از طرف صبح باشد بهتر است. پس از ورزش که بدن عرق می داشته باشد، فوراً آب سرد نوشیده نشود و در باد و شمال نیز استادن کار نادرست است. پس از ورزش غسل کردن با آب شیر گرم خوب است. بعد از انجام ورزش خوردن مایعات به خصوص شیر بسیار مفید می باشد. بسیار خوب شاگردای عزیزی، دوست داشتنی، متن درس ما یک جای خواندیم، انشاءالله که براتون مشکل نمانده باشد. چرا؟ چون یک متنی بسیار ساده، با لغاتای ساده و در این حال بسیار کوتاه و آموزنده بود. امیدوار هستم که هم درس یاد گرفته باشین و هم از پیام های درس لذت برده باشین. شاگردای عزیز، بیاین که ما روی پیام های تصویر گپ بزنیم. در این تصویر ها شما چرا میبینید؟ در تصویر اول شما تیم فوتبال کشور میبینید، تیم فوتبال افغانستانی عزیز میبینید. تصویر دوم یک برادرک، یک خواهر کوچک نشان میده که در فضای آزاد تمرین داره، ورزش میکنن. تصویر سوم یک تصویر گروهی، یک تصویر جمعی را نشان میده که در یک فضای سربسته، در یک فضای سربستی ورزشی انجام میشه. و این تصویر ای قندولک، ای دختر نازنین که شما میبینید که مثل شما قندول و دوست داشتنی است که در سایتون میخونین، این در خانه تمرین میکنه. و اما تصویر آخرین تصویر را نشان میده که مردم سربلند ما خوشحال است، با هم خوشی میکنن و بیرق پر افتخار سیرنگ کشور از سرشان هایشان بلند کردن و خوش هستن. یا از یک استودیوی گرفته شده که
از دوز یک تیم کرکت ما، یا تیم فوتبال، یا تیم والیبال، یا یک تیم ورزشی کشور در رقابت های جهانی یا در رقابت های منطقه بین قاره برنده شده و مردم خوشحالی میکنه. پس یادتان باشه شاگرد عزیز که درس خواندن و ورزش کردن هم باعث افتخار و سربلندی ما و خانواده های ما میشن و هم کشور آباد میکنه. پس اگر میخوایم کشور ما آباد باشه، آباد شوه، یاد بگیریم که همیشه برای آینده خود و کشور خود زحمت بکشیم. یکی از راه ها ورزش کردن است، یکی از راه های مهم درس خواندن است و من سر شما اطمینان دارم، باور دارم که شما درس میخوانید، زحمت میکشین، کار میکنید تا وطنتان آباد کنید. بسیار خوب شاگرد عزیز، بیاین که ما شما آلی در مورد ورزش کمی معلومات بدیم. البته من میفهم که شما این معلومات پیش از اینکه من براتون بگویم هم خودتان انجام دادین، انجام میتین روزانه، هم شنیدین و هم بهتر و بیشتر میفهمیم در مورد گپا. خب شاگرد عزیز، ما انواع ورزش امروز میگیم. روی تخته استاد برتون نوشته میکنم ورزش ها مثلا ورزش ها کدام نمونه ها رو داره؟ شما با چند نمونه ورزش آشنا هستین؟ مثلا ورزش ما شما چی باشه؟ فوتبال باشه. ورزش ما شما چی باشه؟ کرکت باشه. کرکت باشه. ورزش ما شما چی باشه؟ پهلوانی باشه. ورزش ما شما چی باشه شاگردای عزیز؟ مثلا ورزش ما شما دویش باشه. یا یک ورزش رزمی دیگر ما شما نوشته کنیم، تکواندو باشه. من تکواندو رو بسیار خوش دارم. ورزش های مورد علاقه شما چی است؟ لطفا یک لیست از ورزش های مورد علاقه تون نوت کنین تا برتون باشه. خب شاگردو عزیز به تخته دقت کنین، ببینین ورزش ها نمونه های بسیار زیاد داره. مثلا فوتبال است، کرکت است، والیبال است، بسکتبال است، دویش است، یا مثلا از رشته هایی که رشته های ورزشی است که به گونه رزمی به خاطر دفاع شخصی یا به خاطر به دست آوردن مدال و کپ برگزار میشه. رشته های مثل پهلوانی است، تکواندو است، یا هم دویش است. خب شاگردان عزیز، در کل ورزش موسم و نظر به فصل، نظر به گروپ و انفرادی تقسیم میشن. یک ورزشی است که گروپی انجام میشه مثل فوتبال، تیم فوتبال، کرکت، تیم کرکت، صحیح است؟ یا هم ورزش سنتی یا بازی محلی سنتی موسم مثلا بزکشی باشه، به صورت گروپی انجام میشه. یک ورزش دیگه است به صورت انفرادی تک نفری انجام میشه، او کدام ورزش باشه؟ مثل تکواندو باشه، یا هنرهای رزمی در مجموع مبارزات آزاد باشه، یا مثلا بوکس باشه، یا مثلا رشته جوجیتسو باشه، یا مثلا رشته نیوفو کانتکت باشه، رشته مویتای باشه، هر هنر رزمی، یا به صورت انفرادی انجام میشه. و نظر به فصل هم ما ورزش داریم، مثلا المپیک در سطح جهان وقت چی میشه برگزار میشه، هم بازی های یا ورزش های تابستانی داره که در فصل تابستان انجام میشه، و هم بازی هایی داره که در فصل زمستان انجام میشه. پس نظر به فصل هم فهمیدیم که ورزش های چی داریم، موسم تابستانی داریم و ورزش های زمستانی داریم. یکی المپیک داریم که برای افراد سالم است، یکی پارا المپیک داریم که برای افراد معلول و معیوب است، که فراز و باز در درس های بعدی موسم گپ خواهد زدیم. شاگردان عزیز، از درس امروز امید میکنم، انتظار من این است که شما فهمیده باشین، یاد گرفته باشین و یک دستاورد قابل ملاحظه برتان داشته بوده باشد درس امروز. خب شاگردان عزیز، کارخانگی شما برای روزهای بعدی به ساعت بعدی است که درس یک بار نوشته میکنین، با سوالایی که من از پشتون پرسیدم جواب ارائه میکنین، پاسخشان میتین، و در مورد ورزش و صحتمندی، ورزش و تندرستی یک مقاله آزاد نوشته میکنین. تا دیدار دیگر که باز هم مهمانی خانه های شما خود بودم و شما میزبان، شما را به خداوند سبحان می سپارم. مواظب خودتان، مواظب صحتتان باشین، در سایتتان رو بخونین لطفا، کارخانگیتان انجام بدین شاگرد عزیزیم. پس تا او زمان، تا دیدار دیگر، پدرود.